سلام و شبتان بخیر. به خبر ده با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها: آمدن تأخیر در مبادله سه عضو شبکه حقانی. منابع نزدیک به طالبان میگویند که انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان اعضای شبکه حقانی تا کنون به طالبان تسلیم دادن نشدند. توال و متبادله صورت نگرفت. خلای اطمینان با هر دو جانب موجود است. تأکید عالمان دین بر بیرون شدن نیروهای خارجی. این عالمان میگویند تا هنگامی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، جنگ در افغانستان پایان نخواهد یافت. عامل د جنگ اشغال دلته جنگ شروع دی او حالات خراب دی، روزانه روز خراب کیږي د اشغال. نگرانی ها از ادامه محاصره ولسوالی جوند بادغیس. باشندگان جوند به علت محاصره این ولسوالی از سوی طالبان با کمبود جدی خاروبار روبرو هستند. اگر تا ظرف یک هفته در روز با وضعیت این مردم رسیدگی نشود، ما خدا نخواسته شاید یک فاجعه انسانی خواهیم بود. و هشدار رئیس جمهور ترکیه از نابود سازی شورشیان کار در شمال سوریه. منابع نزدیک به طالبان میگویند که انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان اعضای شبکه حقانی تا کنون به طالبان تسلیم دادن نشدند. منابع به طلوع نیوز میگویند که تا کنون مبادله این سه زندانی شبکه حقانی با استادان دانشگاه آمریکایی کابل انجام نشده است و این سه عضو شبکه حقانی به بگرام برگردانیده شدند. انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید اعضای برجسته شبکه حقانی از قطر به زندان بگرام برگردانده شدند. این موضوع را امروز منابع بتل نیوز افشا ساختند. قرار بود که این سه تن نخست به حکومت قطر سپرده شوند و پس از آن به دفتر سیاسی طالبان در آن کشور تسلیم داده شوند. اما منابع بتل نیوز میگویند که این کار انجام نشده است و روند مبادله این سه زندانی شبکه حقانی با دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان با تأخیر روبرو شده است. اما تا کنون علت این تأخیر روشن نشده است. توال و متبادله صورت نگرفت. خلای اطمینان با هر دو جانب موجود است. هر وقتی که طالبان هم مطمئن شوند و امریکایی ها هم مطمئن شوند، شاید تبادله هم صورت بگیره. دی پروسه دی چند احتمال همشته. خودش روخانه دی اغده دی چه در کسان دی زندان څخه راوتلي دي او په یوه قطره الوتکې قطر ته انتقال شوي، خو لا هم طالبانو ته نه دي سپارته شوي. از سوی دیگر، هرچند برخی از منابع میگویند که دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان که قرار است در برابر این ستن رها شوند نزد شبکه حقانی در پاکستان هستند، اما برخی از منابع نزدیک به طالبان میگویند که این دو شهروند آمریکا در افغانستان نگهداری میشوند. انتقال استادای آمریکایی که دوباره در داخل افغانستان به مقامات آمریکایی تسلیم داده شوند، اینا هم زمانگیر بوده و همچنان مسئله انفجاری که دیروز صورت گرفت، این هم یکی از عوامل به تعویق افتادن این مسئله هست. و البته موضوع دیگه که امو نبود یک نوع تفاهم و یک اطمینان متقابل بین آمریکایی‌ها و طالبان هم در رابطه تاثیرگذار است. حکومت افغانستان انتظار داشته است که برهایی این سه زندانی شبکه حقانی، خشونت‌ها در کشور کاهش یابند و طالبان نیز آماده گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان شوند. شماری از عالمان دین میگویند تا هنگامی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، جنگ در افغانستان پایان نخواهد یافت. این عالمان دین میافزایند که کشور بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نیاز دارد و نقش عالمان دین در هماهنگسازی و بسیج تلاش‌ها برای رسیدن به صلح برجسته است. در همین حال، عمر زاخلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، نیز یکی از علت‌های ادامه جنگ را در کشور حضور نیروهای خارجی می‌داند. ده‌ها تن از عالمان دین در نشست در کابل گرد آمدند و میگویند که مردمان کشور از جنگ خسته شدند و باور شماری از این عالمان دین رسیدن به صلح مشروط به بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان است.
دست جنگ به طور کامل باید گریبان ما از دست جنگ خالی شود. در این صورت است که ما اوتر صلح قبول داریم. دومی که صلح به معنای خروج کامل مداخلات بیرونی از کشور باشد. عامل در جنگ اشغال که دلته جنگ شروع دی او حالات خراب دی روزانه نورم پس خراب پیری در اشغال دی. در این میان شمار از سیاستگران نیز حضور نظامیان خارجی را یکی از علتهای ادامه جنگ در افغانستان می دانند و می گویند که باید برای رسیدن به صلح ریشه های اصلی منازعه در افغانستان شناسایی شوند. باید کلک ملاتر مونږ د دې خبرې څخه وکړو چې د افغانستان څخه د بهرني قواوې په بشپړه توګه ووځي. په افغانستان کې د ملي حاکمیت په بشپړه توګه یاد شي. د دې معنا نه شو چې افغانستان به د نړۍ سره روابط ونه لري. شرکت کنندگان این نشست از نقش برجسته عالمان دین در بسیج سازی تلاش ها برای رسیدن به صلح سخن میگویند. په موجوده حالاتو کې چې د افغانستان کې کومه جګړه روانه ده، د دې او دغه وژونکې جګړه ده، په دغه جګړه کې یا په دغه صلح کې د علماو رول کمزوری ده. بلی علما رول دارن، ولی شرط اساسی برای وحدت علما استقلالیت علماست. تا به وقتی که از تمام گرایشات علما استقلالیت خود حفظ نکنن، رولشان بی‌معناست و یا رولی ندارن. اما پیش از این چندین بار شمار از عالمان دین در آنچه که تعریف نشدن جنگ افغانستان و ویژه رویدادهای هراس‌افگنانه از دیدگاه شرع میگویند به خاموشی متهم شدند. باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیز به علت محاصره این ولسوالی از سوی طالبان با کمبود جدی خاروبار روبرو هستند. تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیدن نشان می‌دهند که بیشتر دکانهای بازار جوند خالی هستند و یا هم بسته شدند. باشندگان جوند میگویند که حتی نان برای خوردن ندارند و نیز بیمارانشان را به درمانگاه‌ها بردن نمی‌توانند. در همین حال مقام‌های محلی ولایت بادغیس میگویند که در روزهای آینده محموله‌های مواد غذایی برای باشندگان جوند توزیع خواهند شد. این یکی از دکان‌های فعال در بازار ولسوالی جوند بادغیس است. مشتریان این فروشنده کهنسال همه روزه هنگامی که اینجا برای خرید می‌آیند، ناامید و با دست خالی به خانه هایشان برمیگردند. بیشتر فروشگاه های این بازار به علت مسدود بودن راهها و نداشتن مواد غذایی و لوازم مورد نیاز بسته شدند. نی آزم پیدا میشه، نی گاز پیدا میشه، نی آرد پیدا میشه، هیچ چی پیدا نمیشه. راه چهار طرف ما بسته، طالب ما بسته کردن. نه راه داریم، نه به جای رفته میتونیم، نه کسی مریض ما به جای رفته میتونه، نه خود ما میتونه، نه خورد ما میتونه، نه کلان ما میتونه. هیچ چیزی پیدا نمیشه، یک کیلو شات تو پیدا نمیشه. هر چی هم که داد بیداد میریم به مقامات بلند از سالا، کدام داد به ما نمیرسه. لای زمین نکنیم سال بنده. باشندگان ولسوالی جوند بادغیس میگویند که با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم میکنند. این کودکان بیشتر از همه از محاصره اقتصادی جوند آسیب دیدند. نه تنها شکمشان گرسنه است، بلکه کفش و لباس تازه برای پوشیدن نیز ندارند. متاسفانه وضعیت فوق العاده وخیم است، تاسف بار است. ما قسمی که پیش بینی میشه خدا نخواسته اگر تا ظرف یک هفته در روز با وضعیت این مردم رسیدگی نشه، ما خدا نخواسته شاید یک فاجعه انسانی خواهیم بود. تمام وضعیت و جریانی که در ولسوالی جوان میگذره به گوش مقامات محلی مرکزی حتی سازمان ملل و دوستای همکارای بین المللی که در افغانستان رساندیم، متاسفانه تا با فعلا اقدام عملی صورت نگرفته. مقام های امنیتی و محلی بادغیس با چرخبال به ولسوالی جوند آمدند تا برای کمک به باشندگان این ولسوالی کوهستانی راه جستجو کنند. مدرنش کمک وقت داره دیگه، خب تا نیجه باز برشان میرسانه کدام موادی که هسته از طریق ریاست حوادث، از طریق جلسه استرار فیصله شده، مواد برشان تسلیم شده، انشاءالله برشان میرسان، اگر نرسیده باشه میرسان. در مقابل دشمن بیرحم استاده شدین، مردانوار میجنگن، انشاءالله حکومت هم تصمیم داره تا که به مشکلشان رسیدگی بکنه و تا مشکلی مردم حل بکنه.
مقام‌های محلی در بادغیس می‌گویند نزدیک به 1.5 سال می‌شود که طالبان تمامی راه‌های ولسوالی جوند را ماین فرش کردند و به هیچ کس اجازه وارد شدن و یا بیرون شدن از این ولسوالی را نمی‌دهند. با گفته آنان حتی کارمندان نهادهای مددرسان اجازه رفت آمد به این ولسوالی را ندارند، اما طالبان در این باره تا کنون چیزی نگفتند. از چهارمین سال روز سربریدن 7 گروگان به شمول 3 زن در زابل امروز در شهر کابل گرامی داشت شد. شرکت کنندگان مراسم در این باره میگویند که با گذشت 4 سال چگونگی گروگانگیری و سپس سربریدن این 7 غیر نظامی از سوی حکومت بررسی نشده است. در این مراسم یاد قربانیان شماری از رویدادهای دیگر نیز گرامی داشته شد و گفته شد که عاملان تمامی کشتارهای افراد بیگناه باید شناسایی و به کیفر برسند. اینجا شماره از چهره های سیاسی و خانواده های هفتنه که 4 سال پیش در زابل سر بریده شدن گرد آمدن. شرکت کنندگان این گرد همایی حکومت را به بی‌پروایی در بررسی این رویداد متهم می سازند. مثال و تجسمش جنبش تبسم و جنبش روشنایی عده آمدن مبارزات را شروع کردند و تا امروز را ادامه دارند. یک مسئله اصلی در این سرزمین بوده و ای که ما نمی توانیم تبعیض، ستم، نابرابری و زورگویی و استبداد در این سرزمین تحمل بکنیم. شرکت کنندگان این گرد همایی می گویند که 4 سال پیش حکومت از جمله رئیس جمهور وعده بررسی جدی رویداد سربریدن 7 غیر نظامی را داده بود، اما تا اکنون این وعده عملی نشده است. جسد شهدای زابل را سر شانه های خود 11 تن شهید را از مصلای شهید مزاری تا به دروازه های ارگ بردن، آیا کدام کار را برای خانواده شهید تبسم انجام داده؟ آیا قاتلین شهید تبسم را گرفتار کرده؟ آنان می‌افزایند که استبداد و بی‌عدالتی میراث تاریخ سیاه افغانستان است و تا زمانی که عدالت در کشور تأمین نشود، صلح در کشور برقرار نخواهد شد. توقعی که استبداد در ظرف زمانی 2 سال، 3 سال، 4 سال با 2 تظاهرات و این همه دسیسه حتما فورا به نتیجه برسه، یک توقع منصفانه نیست. 4 سال پیش 7 تن از شهروندان هزاره کشور از جمله 3 زن که باشندگان غزنی بودند در مسیر راه در ولایت زابل ربوده شدند. با گفته نزدیکان این قربانیان، آنان سپس به گونه بی‌رحمانه از سوی مخالفان مسلح دولت سر بریده شدند و جسدهای آنان در ولسوالی شاجوی دریافت شدند. آلودگی هوا در کابل ممکن است که حتی خطرناکتر از جنگ در کشور باشد. مقام‌های حکومتی میگویند که در تلاش مبارزه با آلودگی هوا در کابل هستند، زیرا به گفته آنان خطرهای برخاسته از این پدیده ممکن است مرگبارتر از جنگ 18 ساله در این کشور باشد. نگرانی ها از خطرهای فزاینده آلودگی هوا در شهر کابل. هرچند آمارهای رسمی از شمار جانباختگان آلودگی هوا در افغانستان در دسترس نیست، 483 تن در جنگ افغانستان کشته شده بودند. یوسف با خانوادهش 8 سال پیش در نتیجه جنگ ناگزیر شد خانهش را در شرق افغانستان ترک نماید و به کابل بیاید. 15 ماشومان منگا دیدی هوا او دی غریبی او دیدی حساب منگ دلاس ورکلی دی تلیلی دی. یوسف یکی از 10 آواره دیگر است که در یکی از بخش‌های پایتخت در این اردوگاه با اندکترین امکانات زنده هم بر ما بمانه. در بسیاری از روزها دود غلیظ از گشت و گذار موتورهای کهنه، جاده‌های خامه، کره‌های خشت، حمام‌ها، جنراتورهای دفترهای داخلی و خارجی، نانوایی‌ها و خانه‌ها بلند می‌شود. مریض بسیار به حد زیاد داریم. مثلا ما اینجا شاید دمی اتاق شما هستین، ما تقریبا 8 یا مثلا 10 بستر داریم. دمی بستر تو روز میشه که ما تقریبا 30 مریض می داشته باشیم. اکنون در تلویزیون ها درباره خطرهای آلودگی هوا پیام های آگاهی دهی داده می شود و نیز به ملا امامان گفته شده است که تا در این باره مردم را آگاه سازند. تا لحظات دیگر.
پایان جشنواره فیلم های افغانی در استرالیا. درست بخونم مجبوریم مدن سامیم مدن دمو پایزه میتن. باز هم خوش آمدید. بیش از 40 آفریده نقاشی یک نقاش جوان در شهر کابل به نمایش گذاشته شدند. هدف از برگزاری نمایشگاه به تصویر کشیدن صلح، جنگ، غربت و نابسامانی های دیگری هستند که دامنگیر مردم کشور شدند. این نمایشگاه از طرف مرکز مطالعاتی و نشراتی صلح و اتاقهای تجارت بین‌المللی برگزار شده است. فیلم های معدنچیان کوچک و زاغ و کبوتر تندیس های بهترین فیلم را از یک جشنواره فیلم ها در استرالیا به دست آوردن. فیلم معدنچیان کوچک از ساخته های عزت‌الله علی دوست و فیلم زاغ و کبوتر از ساخته های خادم حسین بهنام فیلمسازان کشور هستند. این دو فیلم از 47 فیلم فرستاده شده به جشنواره گان استرالیا بود که داوران این جشنواره از این میان 7 فیلم را برگزیده و در سینماها به نمایش گذاشتند. فیلم معدنچیان کوچک از ساخته های عزت‌الله علی دوست و فیلم زاغ و کبوتر از ساخته های خادم حسین بهنام تندیس های بهترین فیلم و بهترین فیلم از نگاه داوران جشنواره گان را به دست آوردند. در نظر داوران بهترین فیلم چهارمین جشنواره افغانان در استرالیا فیلم معدنچیان کوچک است. 47 فیلم کوتاه به این جشنواره فرستاده شده بودند، اما صدای مادر، معدنچیان کوچک، گناه مسلمانی، زیر چراغ سرخ، بیرنگی، طلای سیاه و زاغ و کبوتر 7 فیلم هستند که به مرحله نهایی را یافتند و این فیلم ها برای 3 روز در سینماهای 2 شهر استرالیا به نمایش گذاشته شدند. گان هم خلاصه از نام افغان هست و این تقریبا در 4.5 سال خود است که برگزار میشه. جشنواره فیلم گان 3 سال پیش از سوی آن شهروندان کشور که در استرالیا زندگی میکنند راه اندازی شد تا از طریق سینما چهره دیگر از افغانستان به تماشاگران نشان داده شود و نیز این گونه آفریده های هنری فیلمسازان کشور در بیرون به نمایش گذاشته شوند. تا لحظات دیگر، غیر پلانی بودن 75% شهرهای افغانستان، باز هم خوش آمدید. کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان با بررسی حساب قطعیه سال مالی گذشته میگوید که در این سال کدهای احتیاط بودجه به گونه غیر قانونی تعدیل شدند. رئیس این کمیسیون میگوید که بخش بزرگی از این تعدیل ها را انتقال پول از کدهای دیگر به کد 91 میسازد و نیز چگونگی هزینه شدن این پول ها روشن نیست. اما وزارت مالیه تعدیل کدهای احتیاط بودجه را از صلاحیت های این وزارت میداند و بر شفافیت روند هزینه شدن پول های تمامی کدهای احتیاط تاکید میورزد. انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان میگوید که 75% شهرهای کشور به گونه غیر پلانی است و بیش از 50% ساختمانسازی ها در شهرها نیز غیر معیاری است. مسئولان این انجمن میگویند که برای تنظیم شهرهای کشور حکومت باید جلو ساخت و سازهای خود سر را بگیرد و نیز برنامه های را برای توسعه پایدار شهرها طرح‌ها عملی بسازد. در همین حال وزارت شهرسازی و اراضی میگوید که افزون بر آماده ساختن چارچوب طراحی شهری کابل، کار روی آماده سازی برنامه های توسعه شهری در بخش های دیگر کشور نیز آغاز شده است. انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان با چند روز تأخیر نشست را از بهر بزرگداشت از روز جهانی شهرسازی برگزار کرده است. مسئولان این انجمن با نگرانی از نابسامانی‌های شهری در کابل و شهرهای دیگر کشور از حکومت خواهان رسیدگی به توسعه ناپایدار و غیر معیاری شهری استند. 75% ساعات غیر پلانی رشد کرده و همچنان ساخت‌سازی که در دوران شهر کابل صورت گرفته
بالای 50% غیر معیاری است و به می اساس ما یک چارچوب یک دیدگاه مشخص برای ساختمان سازی در شهر کابل نداریم. اعضای این انجمن انتصابی بودن شهردارها را بخش از مشکلات شهری می دانند که به باور آنان مسئولیت پذیری کمتر شهرداران و کارایی کمتر شهرداری ها را در پی داشته است. خوب است که حکومت افغانستان توجه کنه به انتخابات شهرهای افغانستان که قانون اساسی افغانستان نقض نشوه. ما به کسایی که مسئولین هستند در این مورد صحبت میکنیم، گلایه های از اشتراکی، از عدم اشتراکی شهروندا در مسائل شهری است. اما آنچه که ما میخواهیم بگویم این است که ضعف در دستگاه مدیریتی شهری بسیار واضح است که اینمی ضعف باعث میشه که نمیتونیم ما از پتانسیل مردمی در بهبود فضاهای خود استفاده بکنیم. در همین حال وزارت شهرسازی و راضی از تلاش ها برای طرح برنامه ها برای توسعه منظم و پایدار شهرهای کشور سخن میزند. ما طرح چارچوب شهری را بر شهرهای افغانستان آغاز کردیم و شما در جریان هستین که ما به 5 شهر افغانستان مثل هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد و خوست که به نام 5 شهر بزرگ یاد کردیم، ایر آغاز کردیم و انشالله به اساس پلان ما قرار است که تا سال آینده و وسط سال آینده این پلان انکشافی ما تنظیم شود. از روز جهانی شهرسازی در حال در کابل بزرگ داشت می شود که بر بنیاد یک پژوهش تازه گروه وضعیت هوای جهانی، آلودگی هوای شهر کابل حتی خطرناکتر از جنگ در کشور خوانده شده است. تا لحظات دیگر، ادامه اعتراض های ضد حکومتی در بغداد پایتخت عراق. باز هم خوش آمدید. رئیس جمهور ترکیه که به واشنگتن رفته از برنابودی کردان سوریهی در شمال سوریه تاکید می‌ورزد. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترکیه میتواند روابط خوبی با کردان سوریهی داشته باشد. از سوی هم یک فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه از فعالیت‌های دوباره جنگجویان داعش در سوریه هشدار می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به واشنگتن رفته است بار دیگر بر نابودی جنگجویان کرد در شمال سوریه تاکید می‌ورزد. با گفته رئیس جمهور ترکیه انقره با کردانی که در ترکیه به سر می‌برند مشکل ندارد، اما گروه‌هایی که تهدید در برابر ترکیه هستند باید نابود شوند. ما هیچ مشکل با کردان نداریم، اما با گروه های هراس افغان مشکل داریم. آنان چه کسان هستند؟ آنان گروه های زیر نام نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای حفاظت از مردم و حزب کارگران کردستان هستند. از سوی هم رئیس جمهور آمریکا که از ادامه عملیات‌های ترکیه در شمال سوریه خوشنود به نظر می‌رسد، کارنامه‌های کردان سوریه‌ای را در برابر داعش می‌ستاید. ما یکجا با کردان در برابر داعش موفقانه جنگیدیم و اکنون نیز با آنان هستیم. فکر می‌کنم که ترکیه با کردان روابط خوب دارد، زیرا برخی از آن کردان در ترکیه زندگی می‌کنند و شادمان هستند. همزمان با این، در ادامه عملیات‌های ترکیه در شمال سوریه، یک فرمانده کردان سوریه‌ای از فعالیت‌های دوباره داعش در سوریه هشدار می‌دهد. خطر از سرگیری فعالیت‌های گروه داعش بسیار بزرگ است. تجاوز ترکیه بر سوریه گروه داعش را امید داده است و فضا را برای آنان باز کرده است. رئیسان جمهور دو کشور درباره خرید موشک‌های S-400 روسی از سوی انقره نیز گفتگو کردند. دونالد ترامپ میگوید که واشنگتن در تلاش حل این اختلاف میان آمریکا و ترکیه است. و حال چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در حالی که گروه جهاد اسلامی فلسطین و نظامیان اسرائیل با پادرمیانی سازمان ملل متحد و مصر به یک آتش‌بس توافق کرده اند، اما گزارش ها از نقض آتش‌بس میان دو طرف حکایت دارند. در نتیجه درگیری های دو روزه میان دو طرف، 35 تن از فلسطینیان به شمول 3 زن و 8 کودک جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق امروز 3 تن جان باختند و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند.
این در حال است که از آغاز این اعتراض‌ها تا کنون نزدیک به 350 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. برای نخستین بار یک کافه ویژه برای سگهای خانگی در شهر پرم روسیه باز شده است. در این کافه مالکان سگهای خانگی با سگهایشان می آیند و غذا صرف می کنند. جامعه مدنی ولایت لوگر از ثبت 550 رویداد اتهام تجاوز بر کودکان و نوجوانان در این ولایت خبر می دهد. رئیس جامعه مدنی لوگر میگوید که این پژوهش در 6 ماه انجام شده است و تنها با دانش آموزان 6 مکتب در مرکز لوگر و برخی از نوجوانان کارگر در این شهر گفتگو شده است. در این گزارش داستان یکی از دانش آموزانی را خواهید دید که ادعا دارد از سوی مدیر مکتب و 3 آموزگارش ناگزیر شده است که به خواستهای نامشروع آنان تن در دهد. وزارت معارف از گماشتن یک هیئت برای بررسی این ادعاها خبر می‌دهد. اینجا یک مکتب در لوگر است که در میان این رقص ها و پایکوبی ها برای کودکان و نوجوانان لوگری جهنم است. قصه ایشان با بچه بازی گره خورده است، از مکتب گرفته تا هر جای دیگری از این ناهنجاری های اخلاقی مسئول نیستند. داستان های استفاده سوی جنسی از کودکان و نوجوانان لوگری را این مرد که مسئول جامعه مدنی لوگر است بالا کرد. او برایم ده‌ها تصویر تجاوز بر کودکان را نشان می دهد. تصویرهایی که به شدت تکان دهنده هستند و آدمی را با فجایع دردناک این بخش کشور آشنا می سازند. با حد دردار شنیدیم که پدر طفل گریان میکرد، میگفت که من دیگه وقار ندارم، من دیگه در افغانستان زندگی کرده نمیتونم. ما دردای را دیدیم که واقعا مردم حتی از همین هویت افغانی خود میشرمیدن که ما چطور خود افغان تشریح بکنیم. یعنی واقعا یک جنایت کلان است. این پسر 16 ساله یکی از دانش آموزان یک مکتب در لوگر است که مدیر مکتبش از او خواست جنسی داشت. داستان پر از درد دارد. 2 سال در مکتب ناکامش کردند. مال گورز دست کار نه کوم نه میکړي. مال دې مونږ پلار دست کار نه کړي. ته ولې دست کې؟ په حجت صبر اسې بعد خپل لو ګوره. ادي یار اور رسیدلو وحال. هنگامی که نوجوان داستان مدیر مکتبش را همگانی ساخت، خودش را از مکتب بیرون کردند و مدیر مکتبش هم از طعنه دیگر دانش آموزان خودش را به ریاست معارف لوگر تبدیل کرد. یافته های نهاد جامعه مدنی ولایت لوگر نشان میدهند که 25 خانواده ناگزیر شدند که به علت تجاوز بر پسرهایشان خانه هایشان را ترک بگویند و حتی از ولایت لوگر بیرون بروند. و حتی 5 خانواده پس از اینکه تجاوز بر کودکانشان در محیطشان همگانی شد، ناگزیر شدند که کودکانشان را بکشند. حالا در این مکتب ها به جای فراگیری آموزش، نجات دادن جان ها برای این دانش آموزان از چنگ استادان و مدیران بچه باز به یکی از اولویت ها مبدل شده است. وزارت معارف نیز این گزارش را نمیپذیرد و از ایجاد یک هیئت برای بررسی این ادعاها خبر میدهد. کومه داسې واقعیت موږ سره ثبت شوی نه ده. د لوګر خلک با عزت خلک دي، د لوګر ولسونه د داسې کارونه ډیره بده مني او په تاریخ د لوګر کې داسې کومه خاصه پیښه هم نه ده شوې. 550 پرونده تجاوز تنها در 6 مکتب و مکانهایی که نوجوانان کار میکنند ثبت شده است. هرچند محمد موسی بر دوام مبارزه‌اش در این باره امیدوار است، اما برای برچیدن سفره بچه‌بازی در لوگر خودش را تنها می‌داند. خانواده و نزدیکان خالد، جوانی که دیروز در روبروی یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل کشته شد، نگهبانان و پسر الماس زاهد، مشاور بلندپایه رئیس جمهور غنی را به قتل این جوان متهم می‌سازند. خالد سرباز یکی از واحدهای ویژه امنیت ملی بود. از او 3 فرزند بر جا ماندند و پدر خالد از رئیس جمهور عدالت می‌خواهد. اما الماس زاهد دست داشتن پسرش را در این قتل رد می‌کند و می‌گوید که یک نگهبان پسرش خالد را به قتل رسانیده است و این نگهبان اکنون فراری است.
نماز جنازه خالد یکی از سربازان واحد ویژه امنیت ملی را می‌خوانند. خالد که سرباز ویژه امنیت ملی در کندز بود و برای انتقال پسر فرماندهش از مکتب خصوصی کاردان به آن مکتب رفته بود، کشته شده است. گایزری من میزنم موتور خالد وقتی که پایین میشه جنجال بودیگارداش که تیزی دستاندازی میکنن دینمی جنگ کتی بودیگارداش بچه خودم آلماس پایین میشه و امیدی کتی مرمی زده شه. نزدیکان خالد ادعا دارند که خالد پس از مشاجره لفظی با فردین پسر الماس زاهد و نگهبانانش با شلیک گلوله کشته شد. فقط اینا که ما میخوایم که به دولت خونه بشه ما پایمال نشیم. ما غریب آدم هستم. اون طفلکش از دیدم ایتانه سعی کردن بچه کلان از افسر امی بچه است. ما او رکای امی تو باشی امی اولادش باشه اولاد دادنش هست. امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، قاتلینش بگیرن. اما اینجا الماس زاهد مشاور رئیس جمهور غنی دست داشتن پسرش را در این قتل رد می کند و می گوید که یک نگهبانش بر خالد شلیک کرده است و او حالا فراری است. نفر پیدا می کنیم، پیدا خود پروان است، جای دیگه نرفته. ممکن که ما به زودترین فرصت یا جو هر جایی که باشه یا کابل است یا هر جایی که باشه و زودترین فرصت پیدا شد. اگر ادعا بالای پسر شما هم باشه حاضرش میکنید؟ بله، اگر ادعا بالای پسر ما باشه، اگر بالای پسر ما ادعا کنه پدرش وارثش، ما دفعتن حاضر هستم که پسر تسلیمش بکنم. با آنکه از جان باختن خالد سرباز ویژه یکی از واحدهای امنیت ملی بیش از یک شبانه روز میگذرد، امنیت ملی در این باره چیزی نمیگوید. اما وزارت داخله هنوز هم از ادامه بررسی هایشان سخن میزنند. عامل هر کس باشه دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. این قضیه به گونه جدی تحت تعقیب و بررسی پلیس قرار دارد. از خالد یک پسر و دو دختر خردسال بر جا مانده است. بیش از 4000 جوان آزمون‌های راهیابی به دانشگاه نظامی مارشال فهیم را امروز سپری کردند. این آزمون‌ها در داخل این دانشگاه از سوی اداره ملی کانکور برگزار شد. قرار است که نتایج این آزمون‌ها در نخستین هفته ماه قوس همگانی شود و 500 جوان از این میان پذیرفته خواهند شد که 10% آن دختران خواهند بود. در میان شرکت کنندگان این آزمون‌ها 61 تن دختران هستند. این جوانان در 9 رشته نظامی و 7 رشته غیر نظامی در این دانشگاه رقابت می کنند. علاقه زیاد به طب نظامی داشتم و قبلا که امتحان دادم در کمیته ملی امتحانات شامل پروسه نبود طب نظامی. بنان آمادگی گرفتم و خواستم که دیگه 5 امتحان بکنم. اولین نفر هستم که از خانواده در بخش نظامی شرکت کردم. در این بخش پدرم خیلی علاقه من بودن که تو باید دیگه رشته بخوانی و تحصیل کنی. 220 تن این جوانان دانش آموزان فارغ شده از مکتب حربی کابل هستند و دیگران در مکتب های غیر نظامی درس خواندند. د کونړ ولایت نه راغلی یم. درې کال مې د وزارت دفاع مربوط دربي ښوونځي کې مې درې کاله زده کړې کلي او خپل پوره میالته په عربي ښوونځي کې اخیستی دی. بر بنیاد گفته های معین تعلیمات وزارت دفاع ملی، امسال خواستاران راهیابی به این دانشگاه نظامی در مقایسه به سال پیش 1000 جوان بیشتر بودند. اعتماد باور در بین جوانان نسبت به حضورشان در صفوف نیروهای دفاعی وجود دارد. زبان خویند اورونه په دې اکاډمۍ کې څلور کاله معیاري زده کړې ترلاسه کوي چې د زده کړو په نتیجه کې هم په اکاډمیکو اوو مسلکونو کې او هم په پوځي نه مسلکونو کې دوی ته معیاري ښوونه او روزنه ورکول کیږي. تمام پروسه از الکترونیکي ما دخالت انساني را به حد اقلش تنزیل دادیم و تمام پروسه از که داوطلب زمین فرم به اصطلاح ورق جوابات خود تکمیل میکنه، این توسط ماشینا مخصوص وی مار یا خانش ورق جوابات خوانده میشه و دیتای از به سیستم داده میشه. نتایج آزمون های امروز در هفته نخست ماه قوس همگانی خواهد شد. قرار است که از میان 4376 جوان دختر پسر که امروز این آزمون را سپری می کنند، 500 جوان به این دانشگاه نظامی راه یابند که 10% آنان دختران خواهند بود. سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزد که این یک امر حیاتی است که نهادهای انتخاباتی افغانستان به پرسش‌های فنی و مشروع نامزدان انتخابات درباره مدیریت روند انتخابات پاسخ‌های روشن بدهند. یونما در صفحه تویترش نگاشته است که توقف روند بازشماری آرا
این فرصت را به کمیسیون انتخابات فراهم می‌سازد تا به پرسش‌های نامزدان پاسخ بدهد و در نهایت زمینه را برای از سرگیری این روند و اعلام نتایج فراهم سازد. ادامه خبرها را پس از وقفه ببینید. باز هم خوش آمدید. شورای ولایتی کندز میگوید که در 200 متری دفترهای نهادهای امنیتی مواد مخدر به فروش میرسد. این شورای ولایتی نهادهای مدنی و مردم کندز از فروش مواد مخدر در شهر کندز سخت نگران هستند و میگویند که نیروهای پلیس در این باره بی پروایی نشان میدهند، اما پلیس کندز این ادعا را رد میکند و از بازداشت چندین قاچاقبر مواد مخدر با موادشان خبر میدهد. برخی از اعضای شورای ولایتی کندز پلیس این ولایت را به ناتوانی در جلوگیری از فروش آزادانه مواد مخدر در شهر کندز متهم می‌سازند. آنان می‌گویند که حتی در فاصله بسیار نزدیک به نهادهای امنیتی از جمله پلیس مواد مخدر به فروش می‌رسد. پشت مواد مخدر صفر است، ولی تجارت مواد مخدر از ولایت‌های امجوار اینجا میارن به شمار تابلت و بعضی مواد. این باید هر چاجل ما با پلیس و مسئولین اداره محلی هم صحبت کنیم که باید جمع شد. یک عضو شورای ولایتی کندز میگوید که بررسی های آنان با کمک بزرگان قومی در بخش های مختلف کندز نشان میدهند که شمار معتادان نیز در این ولایت افزایش یافته است. با گفته وی سال گذشته در حدود 30,000 معتاد در این ولایت بود، در حالی که امسال شمار آنان بیشتر شده است. اکثر خلک اینو چې وسوسه نوی راوت په نوم د تابلیت کې باندې اکثر استفاده کوي و د دو سرمنشه او جای او هغه مدن در تویم چې منطقه د هاوس په کوسه باندې یادیږي دلته ده. فعالان جامعه مدنی نیز این وضعیت را نگران کننده می دانند و از گشت و گذار خیابانی معتادان مواد مخدر انتقاد دارند. معتادان خیابانی را که در گذشته نداشتیم، امروز گروه گروه در روی جاده های کندز گشت و گذار میکنه که یک قسمت زیاد از غفلت نیروها و ارگان هایی است که در برابر پدیده باید مبارزه بکنه و جلوی ایره بگیره. مردم نیز شکایت دارند که معتادان مواد مخدر در برخی از موارد دست به رویدادهای جنایی از جمله دزدی میزنند. جرایم جنایی باید بران که کسایی که پودر فروشی میکنند دستگیر کنند، تا اینکه همه جوانان امروزی از همه چالش ها و کشمکش هایی که سر راهشان است در امان بمانند. هرچند شمار معتادان در کندز بیش از 30,000 تن گفته می شود، اما رئیس شفخانه درمان معتادان در کندز میگوید که این شفخانه 80 بستر دارد و برای درمان تمامی معتادان به هیچ صورت کافی نیست. با این حال پلیس کندز از تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر سخن می زند. پلیس تلاش های خود دارد که تا کسایی که فروش و قاچاق مواد مخدر میکنند یا را بگیرند به ارگان های عدلی و قضایی بسپارند. به گفته پلیس کندز، کشت مواد مخدر از چندین سال به این سو در این ولایت صفر است، اما برخی از گروه های مافیایی مواد مخدر از ولایت های دیگر این مواد را به کندز میبرند. 40 تن از متهمان فساد در گمرک هرات از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. مسئولان در ولایت هرات میگویند که در جریان یک سال اخیر در حدود 40 تن از کارمندان، بارچالانان و مأمورین ریاست گمرک هرات به اتهام فساد و کمک در فرار محصول گمرکی از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت شناسایی و بازداشت شدند. به گفته مقام ها در ولایت هرات، کسانی که به اتهام دست داشتن در فساد اداری در گمرک این ولایت بازداشت شدند، شامل مدیر دروازه خروجی، مامورین بررسی، تشریح، مامورین ترازو و 22 تن از کمیشنکاران و بارچلانان این نهاد هستند. دستگیری افراد از حیف و میل میلیون ها افغانی پولی که قرار بود ضایع بشه جلوگیری شده و در این زمان این اراده جدی مسئولان در سطح ولایت هرات به خاطر مبارزه با فساد و از بین بردن فساد اداری نشان. ریاست سورنوالی هرات نیز از بررسی 27 پرونده فساد اداری مربوط به گمرک هرات خبر می‌دهد. از 27 قضیه 6 از این فیصله محکمه را در بر گرفته که در این 6 قضیه 25 تن از کارمندان گمرک شامل است که شامل مامورین است، کمیشنکاران است، بارچلانان است. و از این 27 قضیه 3 قضیه از فعلا آماده است
یعنی اتهام نامه و صورت دعوا شده که محول محکمه گرده. اما برخی از اعضای شورای ولایتی هرات به این باورند که کسانی که عاملان اصلی فساد در گمرک هرات هستند بازداشت نشدند. ما تقاضای ما این است هر زمانی که افراد کلان، افرادی که مافیا هستند، افرادی که مترار بدون و مسئول توسط صلاح بیرون میکنند، فرار مالیات میدم، هر زمانی که حکومت وحدت ملی اونا رو پنجه قانون سپرد و دست از اونا رو از گمرکات کشید، آن زمان ما میتوانیم بگیم که فساد از گمرک کم شده. اما مقام های محلی هرات میگویند که با بازداشت این افراد از اختلاس میلیون ها افغانی مالیه به شمول اختلاس در محصول 67 موتر تلری جلوگیری شده است. شماری از جوانان ولایت پکتیا در یک نشست خبری در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را هرچه زودتر اعلام کند. این جوانان از نامزدهای ریاست جمهوری نیز میخواهند تا در کار کمیسیون های انتخاباتی مداخله نکنند. این جوانان از ولایت های جنوب شرق کشور یعنی ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست در کابل گرد آمدند و در یک نشست خبری از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را زودتر اعلان کند. همچنان این جوانان از حکومت میخواهند تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در شماره از ولسوالی های جنوب شرقی کشور در جریان عملیات ها حمله های هوایی انجام نشود. موږ په کمیسیون باندې غږ کوو چې دوی د خپل استقلالیت وساتي، چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی په چارو کې د څوک مداخله وکړي او د ټاکنو د ملي پروسې په وړاندې د خنډ وګرځي یا د دوی په وړاندې ستونزې جوړې کړي. این جوانان از نامزدان ریاست جمهوری نیز میخواهند تا در کار کمیسیون های انتخاباتی از بهر اعلام نتایج شفاف مداخله نکنند. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پایلو د اعلان صلاحیت او مسئولیت لري. لطفاً د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې مخنیوی وشي. چهار ولایت لوی پکتیا انجام شده بود و تلفات ملکی زیاد با وجود آمده بود. ما حکومت خود تقاضا داریم تا همچه عملیت ها را کم بسازد تا تلفات ملکی در او وجود نبیاید. این باشندگان جنوب شرق کشور به این باور هستند که تأخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات به سود مردم نیست. اداره تدارکات ملی میگوید که کمکاری های وزارتخانه ها و نهادهای گوناگون دولتی باعث به میان آمدن مشکلات برای شرکت های پیمانکار شدند. بر بنیاد آمارهای این اداره در 9 ماه گذشته از میان 149 شرکت که از این اداره خواهان حل مشکلات در پروژه هایشان شدند، تنها 7% آنها در خود اداره تدارکات ملی مشکل داشتند. در همین حال شماری از این شرکت ها میگویند که در حال حاضر بزرگترین مشکلشان پرداختن نشدن پول های پروژه ها در زمان تعیین شده است. 12 نشست روز شفافیت با حضور 18 شرکت پیمانکار حکومت اینجا در اداره تدارکات ملی برگزار شده است. رئیس اداره تدارکات ملی میگوید که در 9 ماه گذشته 93% شرکت هایی که به هدف حل مشکلاتشان به این نهاد آمدند پیمانکاران نهادهای دیگر حکومتی بودند. به خاطر از اینکه عمو کمکاری خودانا در تطبیق قراردادا پنهان کنند، قراردادی را بازی میتن که در وزارت مالیه پیسه نیست. قراردادی رو بازی میتن که خب در تدارکات مشکل است. در این نشست شماری از شرکت ها از پرداخت نشدن پول هایشان شکایت دارند. اما دی تکنیکی و مسلکی زکرو دی حمل نه تروس پوری دی پرداختونو هیچ نو اجرات نو کردی. چه په همدغه میاشت که ووس من شانزگان راول گلی دی مالی وزارت تا. از سوی هم شمار دیگر از شرکت ها از نبود شفافیت در روندهای تدارکاتی سخن میزنند. پروژه به شرکت دومی اعلام شد. ما عرض شدیم که پروژه ما خود نرخ ما مناسب بود، تمام شرایط هم پوره کرد. در جواب ما گفتن که شما در فرم اهلیت ایل نرسانده، از خاطر ازی در ظلمان امیره میگه که شما به شرکت دوم بره. 6 سال پیش ما سیم قرارداد داشتیم با 203 میلیون افغانی، یعنی بالاتر از ریکوایرمنت این پی ای. هدف ما ای است که 18 میلیون تفاوت البته به یک شرکت شخصی چرا باید بره از طرف دولت که از بودجه دولت میره. در 9 ماه گذشته از میان 149 شرکت پیمانکار که به اداره تدارکات ملی برای حل مشکلاتشان آمده اند، 29 شرکت مشکلاتشان حل نشده باقی مانده است.
صدها خانواده در مزار شریف از چندین پروژه جاده‌سازی که از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی ساخته شده است بهره‌مند شدند. مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی در بلخ میگوید که قرار است تا دو ماه آینده ده‌ها پروژه جاده‌سازی دیگر به درازای 175 کیلومتر نیز به بهره برداری سپرده شود. وی می‌افزاید که تاکنون در چارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی به ارزش 16 میلیون دلار پروژه های گوناگون در ولایت بلخ عملی شدند. بخشی از پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی است که در ناحیه دهم شهر مزار شریف به بهره برداری سپرده شده است. کانکرت ریزی جاده ها، ساخت شبکه های آبرسانی و ساخت شبکه های انرژی برق از مهمترین برنامه های ملی میثاق شهروندی است که در درازای دو سال پسین در مزار شریف عملی شده است. 175 کیلومتر سرکه قرار است که ما بخیر تکمیل کنیم که از او جمله 100 شورای انکشافی محل ما تا ختم سال 2019 قرار است 100 پروژه ما تکمیل شود. ساخت آبروها و پیادروها، احیای کانالها، مدیریت دفع زباله ها و ایجاد محیط زیست سالم از اولویت های باشندگان مزار شریف شناخته شده اند که با همکاری برنامه ملی میثاق شهروندی توانستند بخش از این مشکلات را حل سازند. مردم با علاقمندی خود به رضایت خود، نه اینکه فشار از طرف شورای گذر یا از طرف شورای محل، به رضایت خود تا 52% سهم گرفتند. سهولت زیاد برای مردم ایجاد شده. قبلا که باران میشد ما واقعا به تشویش بودیم دیگه، اولادای ما بچه‌ها خرد و کلان گشت شش دو رفت آمد مشکلات مواجه بودیم. وقتی که خشکی بود یک شمال که میشد گرد خاک گپا مردم آزار میداد. کسانی که از این پروژه ها بهره مند شدند خرسند هستند از اینکه حکومت برای عملی سازی برنامه های توسعه‌ای به گونه مستقیم با شوراهای انکشافی محلی کار می کند و از این راهگذر زمینه رفاه و آسایش مردم را فراهم می سازد. از طریق همین شورا تقریبا 26 کامره امنیتی در هر کوچه نصب شده که هم برای امنیت مردم خیلی خوب است. مردم یک کم خودم مسئول احساس میکنه. امیال ما خیلی در این منطقه همین پروژه آمد راحت شدیم. سرکای ما پخته شد و بچه های ما راحت شد مکتب میره. اینجا شماری از کارگران مصروف کار جاده سازی هستند. این مرد باشنده اولسوالی آقچه ولایت جوزجان است که برای کار به مزار شریف آمده و اکنون خرسند است که برایش کار پیدا شده است. همینجا کار میکنیم که چرا که همینجا هم سرک آباد میکنیم هم دما یک کار است. در هزینه پروژه های ملی میثاق شهروندی مردم نیز 25% سهم دارند. قرار است تا پایان سال 2019 میلادی ده ها پروژه جاده سازی در مزار شریف به بهره برداری سپرده شود.